خیلی مخلصیم. چاکره داداش و کفتراش. بیگ تایم بیگ تایمه. بیگ تایم بیگ تایمه آقا بابک. چه خبره؟ خیلی مخلصیم. هیچی والا، شما چی کار میکنید دوستان عزیز؟ یه نیم ساعت گفتم حال کنیم با هم. آقا محسن قهرمان سلطان، یه برو یه آقا صادق، خانم توکتم دیگه نوشته خان چرا دیگه زن نمیگیری حسرم سر. آقا میخواستم بگم بیل گیتس بعد از 27 سال ازدواج، عرض به خدمت شما که 27 سال زندگی جدا شد دیگه، آدم ها جدا میشن، زیاد سخت نگیرید. راستشو بخواید ما هم دیگه رفتیم تو فکر یه مدتی تنهایی، واقعا هم تنها هم دوستان. فکر کنم چند ماهه که دختر نزدیک ندیدم، حد دور دیدم پشت تلفن ولی نزدیک نه. دادا دست به کارشم. آقا صادق شما اگه بیل زنی داداش باغچه خودتو بیل بزن سلطان. عشق منید، عشق منید، I love you به قرآن. بله خانم توکتم چی شده؟ اتفاق خاصی افتاده؟ به قرآن ندیدم به خدا بابا، دختر ندیدم نزدیک، به قرآن ندیدم، از دور دیدم همین خانم محترم رو دیدم از دور توی اینستا، توی کلاب هاوس، توی نمیدونم جای مختلف. به خدا ندیدم آقا. سلام آقا رضا، خود رضا بابا دست به کار شید دیگه، دست به کار شید ببینم یه زن برام پیدا نمی کنید. نه دیگه به گذشته بر نمی گردیم، به آینده فکر میکنیم، رفتیم توی بازی دیگه، دیگه تموم شد، دیگه باید به فکر زن باشید واسه من. حتی زن که راستش رو بخواید حوصله نرم، یه دوست دختر خوب پیدا کنید واسم. شما هم این کاره نیستی بابا، به خدا ما برات پیدا کنیم چه انتظارت. آره والا شما خودتون همه التماس دعا دارید. بیلی آیلیش که عالیه، عالی، پرفکت، خدا حفظشون کنه. خان کم فعال شدی؟ یعنی چی خانم زهرا کم فعال شدی؟ یعنی چی ببخشید؟ از این بعد پرفعال میشم. ببینم دوستان عزیز، نیکی میناج هم خوبه. مرسی صادق جان، فهمیدم که تو این کاره، آفرین. خیلی هم اینا الان اومدن دم در منتظر ما هم که یکی نوشته من رو انتخاب کن. عشق منید، عشق منید، I love you، I love you. ریان پارسا نمیدونم کجاست بابا، ریان دوست من بود، رفیق من بود به خدا. شما واکسن زدید؟ نه والا نوبت ما نرسیده، برسه درجا میزنیم.
چون دیگه الان مثل اینکه همه زدن و همه جا باز شده، آمریکا ما آمریکا باز شده. پاشیم بریم ما آمریکا ببینیم چه خبره. آمریکا کی رامون نمیده؟ من فکر کنم مثلا ما آمریکا رامون بده با این پاس پر ارزش ایرانی که داریم، فقط ما آمریکا فکر کنم رامون بدن پاس ایرانی. آره سلام قربون شما. واقعا دیگه با کسی نیستی؟ به خدا دیگه با کسی نیستم. چی؟ تو که اون نیلی که به نداشته و داشته ساخت باش به اینجا رسیدی، ول کردی رفتی دیگه، فکر نمی کنم کسی بهت اعتماد کنه. کنسرت چه کناره چه اینجوری تایپ کردی خانم محترم؟ بذار پینگت کنم، پینگ میگم، پینت کنم خانم محترم. این چه طرز تایپ کردن ناموسن، مغزم درد گرفت. الان پینت کردم کامل باز نمیشه، بذار آن پینت کنم که ببینم چی نمیشه. اعتماد کنه کنارت بیاد، چون میدونن که اونم ترک میکنی یه روز. مغزم درد گرفت ناموسن تا چیز تو خوندم خانم محترم، یعنی مغزم درد گرفت بابا. بیل گیتس 27 سال با زنش بود، بعدم جدا شد. جدا شدن یه امر طبیعیه. شما با یه کسی میری توی رابطه، مهم میدونید چیه به نظر من؟ مهم اینه که توی اون رابطه یه چیزایی شما بتونید به همدیگه اضاف کنید. میفهمید چی میگم؟ یعنی اینکه به همدیگه آسیب نرسونید. الان من اون رابطه رو تموم شده میبینم، تموم شد رفت، هنوز مغزم درد گرفته به قرآن، اینقدر اون سخت بود خوندنش. و عرض به خدمت شما که چی میخواستم بگم، ایشون دنبال زندگی خودشه، منم دنبال زندگی خودمم. قرار نیست دوتا آدم تا آخر عمر کنار هم باشن که. بعضی وقتا به یه جایی میرسید، اتفاقا شاید دلیلش همینه، چون آدما نمیدونم، شاید من ظرفیتم اونقدر بوده، من نمیدونم، ولی من به یه جایی که رسیدم مغزم هم به اونجا رسید، فکرم هم به اونجا رسید. هلو باریش کانکا نابر ناپیرسون هاو آر یو. بذار یه بار این مسئله رو براتون درست توضیح بدم که در جریان باشید. ببینید من آدمی نیستم کلا دنبال یللی تللی باشم. بذار یکم تبلیغات کنم واسه خودم، بالاخره شاید فرد مورد نظر پیدا شد. ببین من آدمی نیستم که دنبال یللی تللی باشم و دنبال این دختر اون دختر فلان. اگه اینجوری بود خب موقعیتش رو داشتم، شرایطش رو داشتم، هر روز یه داستان جدید درست میکردم واسه خودم. ولی بعضی وقتا یه چیزایی رو شما در جریان نیستید و آدما میان خودشون یه جور دیگه نشون میدن. حالا مسئله رو دوباره نمیخوام باز کنم، ولی هیچ کسی توی این رابطه ضرر نکرد. یعنی هر کسی که در واقع بود، اگر کار اشتباهی کرد خودش آسیب شدید. اگر که ببین خیلی از چیزها رو واقعا نمیشه گفت. آدم یه حجب و حیایی، من یه بار اومدم توی همین کلاب هاوس یه داستانی پیش اومد، یه اعصابم خورد شد، یه چیزایی گفتم، وایس وایسش رو پخش کردن همه جا، بعد مثلا گوش دادم گفتم خب کاش اینا هم نمیگفتن. البته مقصر خود اون شخص بود، میدونی منظورم چیه. الانم نمیخوام اون قضیه رو باز کنم، فقط سربسته بگم که آدما باید وقتی به یه جایی میرسن مغزشون رو هم آپدیت کنن با اون شرایط. یعنی بدونن که الان یه فرد، اگه یه فرد دوزاری بودن، من خودم رو دارم میگم،
اگر یه فرد 2000 بودم، الان که 4000 گیرم اومده، بدونم یه فرد 4000 هم، هی فکر نکنم همون 2000 هم. میدونید مغزی، فکری، جایگاهی، دوستی، اطرافیانت، کارهایی که اون موقع که 2000 بودی انجام میدادی، وقتی 4000 شدی انجام نده. همش اینا رو که دارم میگم با خودم، اما یعنی به خودم دارم تکرار میکنم، شاید بعضی از آدم ها براشون روشن بشه و متوجه بشن که چی به چیه داستان. و آدم ها باید وقتی به یه جایگاه دیگه جایگاهشون عوض میشه، بفهمن که جایگاهشون عوض شده، باید بدونن با کیا رفت آمد کنن، با کی برن، با کی نرن، با کی بیان، چی بپوشن، چی نپوشن. میفهمی؟ خیلی مهمه این داستانا. باریش بی، باریش گل فتیه بن فت فتیه دیم کانکا فتیه ده با کارانتینه دن سون را شیه گدیرم بودروم ده استرسن برابر گیدیم شو انده فتیه دیم چه جوری میشه بیایم پیش شما؟ بیایم پیش ما چیکار کنیم خانم محترم؟ من پیشی ندارم که بیای پیشم، باید بیای پشتم. والا پیش من داداش، او اصلا اینجوری نیست داستان، من یکی متفاوته. من بخوام اینقدر دورم آدم جمع بشه، ولی اصلا حوصله انرژی های آدم های مختلف رو ندارم، چه مثبت چه منفی. کلاتو بر کلامو بر نمیدارم، یه گندی کله هم راستشو بخوای تا خواهی آوردم با این کلاره که معلوم نباشه. یعنی یه پاشو گذاشته این ور، یه پاشو گذاشته این ور، بله کارو جمع کرده. به خاطر همین اصلا نمیتونم کلامو بردارم تا فردا درست کنم قضیه رو. عشق منی آقا محمد، I love you. دقیقا آقای بربر، دقیقا همین کاری که میگی و کردن تو کلم، دقیقا 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 همین چیزی که شما میگید، همین درست حد زدید. عشق منید رنگ زده. آره ولش کن، اصلا راجبش صحبت نکن، اصلا خیلی عجیب غریب. میگه همه بگید کلاشو برداره. کلامو اگه روم بشه 30000 نفر، کلامو برمیدارم. آره داداش اینجوریه، اگه لایف بشه 30000 نفر، کلامو برمیدارم، آبروی خودمو میریزم این وسط. البته تا 4-5 دقیقه دیگه، الان هر ساعتی که هست تا 4-5 دقیقه دیگه، عرض به خدمت شما که من میتونم این کارو بکنم. 4-5 دقیقه دیگه روم لایف بشه 30000 نفر، من کلامو برمیدارم که ببینید چه گندی به کلم خورده. آره افتخار میکنم به اینکه فامیلی مختاری. آفرین، کار خوب میکنی، بهترین افتخار میکنی. آقا این کوئسشن ها چجوریه داستانش؟ با یکم با هم با بچه ها صحبت کنیم. به فکر چی هستی الان؟ به فکر تو هم خانم. خب نیم ساعت لایومون هم تموم شد، 20 به 30000 تا هم نرسیدید، ترش بشید 20000 تا. کلام هم ور نمیدارم دوستان عزیز، کلام داستان. ها راستی یه چیزی تو کانال تلگرام یه حرکت خیلی خفن براتون در نظر گرفتم و در جریان هستید که توی کانال تلگرام اگر برید
یه اخباری هست آقا رضا ادمینای دیگه بچه های دیگه یه کارهای عجیب غریبی داریم واسه تو میکنیم، بعد از مدت ها یه مبلغ خوبی در نظر گرفتیم. برید توی کانال تلگرام داستان رو متوجه میشید. به نظر من همین الان بجنبید که همین الان دیره. عشق منید، دوست داشتید بیایم زیر پست آخر، دوست داشتید دوباره لایو بذاریم زیر پست آخر، نفری 10 تا 20 تا کامنت بدید. دوباره یه نیم ساعت دیگه شاید لایو گذاشتم، لایو تو لایو کردیم با بچه ها، عشق و صفا و صمیمیت کردیم. دوستتون دارم.